سلام و یاد خدای بخشنده و مهربان ارزه سلام خدمت همه شما خانواده ها و فامیل های محترم و شما عزیزان همیشه همراه امیدوار هستم که جور من باشین یک مانده نباشید و خدا قوت بگویم به همه شما والدین عزیز شما مادرها و پدرهای عزیزی که فعالیت دارین تلاش دارین کوشش میکنین که بتانین یک زندگی پر از موفقی را برای خود و همه فرزندان و اعضای خانواده خودتان ایجاد کنین امیدوار هستم که من باشین پیروز باشین و بیننده برنامه روشنا از شبکه جهانی بخش فارسی دری باشین همراهی کنین برنامه روشنا را و امروز هم با شما عزیزان گفتگو و صحبت های زیادی داریم و قبل از اینکه بریم وارد صحبت ها شویم گفتیم که زندگی قانون باور هاست اگر که باور داشته باشیم که بتانیم یک انسان موفقی باشیم موفق خواهیم بود و اگر بخوایم که باور داشته باشیم که دنیا و زندگی زیبا هست. مطمئن باشیم که زندگی برایتان زیبا خواهد شد پس زندگی قانون باورهاست بیاییم خود ما را های خود ما را و دنیای زیبای زندگی خود ما را باور داشته باشیم همراه ما باشید با کارشناس محترم برنامه که امسینی عزیز هستند در استودیو و سلام گرم تقدیم شدن بسم الله الرحمن الرحیم یا ارحم الراحمین من هم سلام خدمت شما و بینندگان عزیز دارم انشاءالله که زندگیتان پر از آرامش پر از امنیت خادرتان جمع دلتان شاد و زندگیتان دور از استراب ها و نگرانی های مورد باشه انشاءالله به قول شما اگر دید مثبت و نگاه مثبت داشته باشیم قطعا زندگی ما پر از نگاه های قشنگ و مثبت خواهد بود چرا که خدای مهربانی داریم که همیشه خوشی و آرامش برای همه جهان هستی میخواه اینشان بسیار عالی و تشکر از شما و عزیزان بیننده ای که امروز هم همراه ما هستند بسیاری از والدین تلاش میکنند که نسبت به امور جسمی کودکانشان توجه داشته باشند و خورد و خوراک و پوشاک اینها اهمیت زیادی داره برشان و تلاش میکنن که به حال بتانن که یک امکانات رفاهی علاوه جسمی برای کودکانشان فراهم کنن و چقدر خوب است که در پهلوی مسائل جسمی خورد و خوراک و پوشاک و امکانات رفاهیات بیان به مسائل روحی نوجوانان و کودکان ما هم توجه کنیم و با آنها هم رسیدگی داشته باشیم چرا که گاهی مواقع کودکان و نوجوانان ما دوچار اختلالات روانی و روحی و روانی که ما والدین غافل هستیم و توجهی به اون نداریم پس از امروز بیایم توجه داشته باشیم به مسائل روحی و روانی کودکان و نوجوانان ما هم چرا که کودکان و نوجوانان آینده سازان ما هستند آینده سازان جامعه ما هستند و باید بسیار بسیار نسبت به هر موضوعی آنها دقت داشته باشیم پس امروز میخوایم در رابطه با اختلالات روحی و روانی کودکان و نوجوانان صحبت کنیم و نسبت به موضوع فوبیا امروز میخوایم گفتگو کنیم درست است خانم حسینی بله درست است بله خب در مورد فوبیا میخوایم بگیم که فوبیا میشن همون ترس منتها ترس بسیار شدیده من میخواستم این را تعریف بکنم که ما در بین ترس ها هم ترس شدید داریم هم یک ترس هایی که لازمی زندگی است ما ترس و نگرانی از باید داشته باشیم که در کنکور موفق شام ترس داشته باشیم که خدای نکرده قانون راهنمای رانندگی رعایت بکنیم تا دچار تصادف و صدمات نشیم و کودکان و نوجوانان ما این ترس داشته که مراقبت های ویژه از خودشون داشته باشد در وقتی که خارج از خانه میشه یک ترس های طبیعی است که لازمی زندگی دلی. هر فردی در زندگی است و اختلال های استرابی رو که در برنامه قبل داشتیم که جزء اختلال هایی بود که باید یک سری عوامل و نشانه ها داشت یک سری منبعی داشت که او منبع باعث میشد که فرد او و اختلال شود خب دست. فوبیا هم یکی از اختلال استراب هاست من فوبیا رو جدا کردم به خاطری که ترسش ترس شدید و غیر معقول است غیر عقلانی است یعنی رو ما متوجه باشیم که هر نوع ترس را فوبیا ندانیم بله ندانیم چون امکان داره بعضی از کودکان ما از بسیاری از چیزا ترس بله، داشته باشن بله، بله. بترسن یا یک چیزایی را برای خودشان ترسیم کنن و بله، از ترس داشته باشن بله، ترس همیره... ترس فوبیا نیست بله همین رو میخوایم توضیح بدیم مم. که پس ترس هایی که لازمه زندگی است خب در هم انسان های کلان و هم خورد ها در زندگیشون داره و گو طبیعی است و او ترس ها رفع میشن اما فوبیا ترسی هست که بسیار شدید و بسیار غیر عقلانی است منبع وجود داره فضا وجود داره فرد و خصوصا کودکان ترس بسیار وحشتناک و غیر منطقی داره به قول شما که ذکر کردین ترس از تاریکی خب تاریکی یک امر بسیار طبیعی است شاید اگر بسیار تاریک باشه همه انسان ها ناخدا با او ترس و وحشت داشته باشه اون تا مراقبت به جا میاره و ترس رفت میشه اما اطفال ما که دوچار ترس میشه ای بسیار اذیت میشه بسیار یک سری نشانه ها عوامل و علت ها داره که ذکر میکنیم بله حالا چه مدت زمان را در بر میگیره بله فوبیا نزدیک 6 ماه حداقل باید طول بکشه نشانه ها و عواملش باید باشه تا تشخیص داده شود که این فرد دچار فوبیا هست بله. بله و یکی از این تشخیصش هم گفتیم گاهی تشخیص بسیار سخت میشه چرا که ما هم اختلال با داریم هم ترس های شدید یا ترس های مبهم و کم داریم هم فوبیا رو داریم خب قطعا ما این انتظار رو نداریم که والدین ما تشخیص بده که این طفل ما این نوجوان ما دچار فوبیا است برای تشخیصش اگر نشانه ها را ذکر کردیم والدین ما متوجه شدن که حداقل 4 پنج مورد از این موارد دارن ارجاع میدن یا پیش یک متخصص روانشناس و درمانگر که تشخیص بده با یک سری آزمون ها و تست ها و مشخص میشه که این فرد دچار فوبیا هست یا نه ولی او علامت و نشانه حداقل 6 ماه باید طول بکشه بله پس علائم و نشانه هایی دارد درست؟ بله خب خانم حسینی قبل از اینکه بریم وارد علائم نشانه ها و مسائلی که درمانی اونها هست انواع فوبیا رو برای ما نام ببریم انواع فوبیا و بعد از او بریم به علائم از او بلی. بلی. و انواعی که الان شما بیان میکنین علائم و نشانه های از او و ای که خب راه درمانی هم که اگر انشالله که برای والدین بیان میکنه بله بله مخصوصا مخصوص کودکان و انواع فوبیا یک فوبیا هست که ترس از فضای بازه خصوصا برای اطفال و نوجوانان و خصوصا کودکان یه اتفاق میفته که از یک فضای باز مثل مکتب مثل کودکستانی که اولین بار طفل وارد میشه و اون فضا بسیار برای این ترسناک و غیر قابل تحمل باعث میشه که والدین بسیار درگیری داشته باشه که فرزند من از رفتن به مکتب پیش دبستانی و یا یک فضای بازی مثل نمیدونم یک نقشی داره یک ورزشگاهی قرار یک کورس ثبت نام کردیم و این طفل خودداری داره چرا که در معرض او فضا قرار میگیره ترس و وهم بسیار شدید بر این طفل وارد میشه و حتی گاهی برای انسانهای بزرگ که ممکن از یک فضای باز و بسیار بزرگ یا بازارهای خیلی کلان یک یعنی بازارهای بسیار بزرگی هم باشه مم. که والدین یا او شخصی که وارد او فضا میشه این ترس بر او وارد میشه و بسیار بیقرار و بیتاب میشه این مخصوص او... کودکان و نوجوانان است یعنی افراد بزرگسال افراد بزرگسال حالا کمتر از فضای باز شاید بترسه اما برای کودکان فضای باز خصوصا از مکتب پیش و فضایی که بسیار کلانتر از او فضای خانگی ای تفل تجربه کرده باشه ای میترسه پس یک از فضای باز میترسه یکی از حشرات و حیوانات ای خوستن برای کودکان است که بسیار ترس بیمورد داره نامی حتی از نامش حتی از تصویرش عکسش نقاشیش او حشره و یا او حیوان را ببینه ای بسیار مسترب و نگران و بیتاب میشه باعث میشه که یک سری نشانه های جسمی و روانی بر ای وارد شود که عمل کرده او رو میاره پایین اگر در تحصیل باشه عمل کرده، تحصیلی او دچار تخریب میشه از طریق رفتار یک سری واکنش های رو نشان میده و باعث میشه که بسیار رفتار ضعیفی توی جامعه داشته باشه پس اه. از حشرات از حیوانات اه. اه که گاهی ممکنه خب از یک سگ اگر یک تفلی اگر در معرض قرار بگیره که تبیس می میترسه اما بله. کسی که حتی در تلویزیون او رو میبینه حتی صدای او رو میشنه و حتی نقاشی او رو میبینه و این ترس بر او وارد میشه و بسیار بیتا و بیقرار میشه گاهی برای اطفال ترس از تاریکی ترس از تاریکی یک از موارد بسیار شایع است که والدین میگه خب ما نمیتونیم لامپ های خانه رو خاموش بکنیم ما نمیتونیم شب باشه در حیات بریم یا در فضایی که تاریکی باشه خصوصا از شب اطفال ما بسیار بسیار بیقراری میکنن بسیار استراب دارن بله. و نگران هستن خب البته این قسم اطفال زیاد هستن من فکر میکردم که یه حالت طبیعی باشه ایفوبیا میتونه باشه خب, خب، علایه خب، میشه که ذکر بکنیم پس تاریکی از طبیعی است که یک طفل بتان از او تاریکی و از ای که روشنایی ده او وجود نداره بر خودش یک ترسیمات وهم ایجاد کنه فکر ترسی وهمی که, که, طبیعی موجود. باشه که میترسه که تاریک است والدین کنارش قرار میگیره قصه گفته میشه او فضا براش قابل تحمل میشه اما ای از او فضای تاریک بسیار برای با نشانه آه. ها وارد میشه یعنی یک آل علائم و نشانه های داره که بیان, بیان میکنه بله. بله. بسیار خوب پس میان برنامه بریم برن بعد از او انواع فوبیا رو باز هم بیان میکنیم و علائم و نشانه ها و دلایل او را بیان میکنیم چرا یک کودک و نوجوان ما دچار فوبیا میشه حتما این سوال بسیاری از والده عزیز همچنین سوال خود ما هست که ببینیم که بررسی کنیم که علت و ریشه از او چی هست چرا مثلا کودکان و جوانان ما گرفتانه کمچی اختلال میشه بعد از یک وقت میان برنامه همراهی کنین برنامه رو شن تشکر میکنیم از همه شما والدین عزیزی که به حال سلامتی کودکان و نوجوانانتان بسیار برایتان اهمیت دارد چه علاز جسمی و چه علاز روحی و روانی کودکان و نوجوانان باید تحت مراقبت باشند و ای که شما والدین علاقه من هستین که ببینین بشنوین صحبت ها و موضوعاتی که قسم و این قبیل صحبت که تقدیم شما عزیزان میشه بسیار خوب است و انشالله که بیاین تحقیقات لازم رو هم خودتان انجام بتین و پیگیری کنین و مطالعات لازم داشته باشین نسبت به این موضوعات تا اینکه که فرزندان نوجوانان و کودکان سالم را انشالله داشته باشیم در محیط گرم خانواده ها می به ادامه صحبت یکی از اختلالات روحی و روانی کودکان و نوجوانان را مورد بحث و گفتگو قرار دادیم به نام فوبیا و یک نوع ترس هست که انواع فوبیا را خانم حسینی بیان کردن ترس از جاهای بسیار باز, باز، ترس از, از تاریکی, تاریکی و همچنین ترس از, از حیوانات گاهی... باز هم وجود دارد. بله گاهی ترس از اشیا طفل یا نوجوان یا گاهی حتی انسان کلان از یک شیء میترسن ممکنه اون شی هر چیزی باشه من میگم از یک مجسمه بسیار کلان شاید از یک ارتفاع ترس از ارتفاع هم میشه یعنی جزش که هم میتونه موقعیت باشه ترس از آسانسور تسر پله برقی از یک چیزی که در جامعه وجود داره و گاهی که برای آشنایی او شاید او ترس به استراب طبیعی باشه که من اولین بار اگر داخل اگر آسانسور شوم نگران این باشم که طبقات اشتباه نرم هایش درست بزنم در بستر میشه طبیعی میشه اما با چندین بار این عمل انجام بدم او برای من قابل حل میشه اما برای اطفال و کودکان این ترس از آسانسور یعنی همون موقعیت یا یک فضای بسته بسیار نگران کننده و مسترب میشه و حال روحی و روانی او را رو بسیار خراب میکنه امه. پس ترس از اشیا هم ممکنه بسیار حال جسمی روحی و روانی طفل ما و نوجوان ما را درگیر بکنه و 一。E همه ای اینها باعث میشه که من فوبیا داشته باشم فوبیا به با اشیا فوبیا به حیوانات فوبیا از فضای باز از فضای بسته از تاریکی بلد. از او موقعیت و شرایطی که در او باشم و فوبیا از جمع یا گاهی هم استراب اجتماعی را هم اگر بگیم این هم همون میشه که فوبیا از جمع داره فوبیا داره که طفل اگر یک مهمان در خانه اگر فضای در مکتب داره یک فضایی که بسیار جمعیت باشه و این استراب داره که وارد او فضا شوه و واقعا نمیتونه وارد او فضا شوه چرا که بسیار حالش خراب میشه خب حتما ترس تنهایی هم داره ترس از تنهایی و جدایی هم ای را داره ام. که او جز اختلال استرابی ما داشتیم که طفل ما این نگرانی و ترس را داشت که ممکنه از والدن و او کسی که از اون مراقبت میکنه درسته. جدا بشه که حال جز فوبیا هم ای را ذکر کردن ام. اما جز اختلالات استرابی خودش ما استراب جدایی رو داشتیم, داشتیم که اطفال این نگرانی را داره که اگر پدر و مادر من نباشه اگر از دنیا برن اگر باید. من تنها باشم مثلا یک مدت در خانه تنها تحت فوبیایی داشته باشه این امکانش هست امکانش بسیار کم هست خب خانم زینی این اختلال که شما بیان کردین ترس از تنهایی ترس از ارتفاع یا ترس از داخل شدن در اجتماع ای آیا ترس به تنهایی هست یا اینکه با والدین کمتر میشه چه قسم یعنی اگر تنها باشه این فوبیا میه سراغ و این ترس میاد جانشینی که نه اگر با والدین باشه کمتر هست با والدین هم هست یعنی کمتر با والدین بازم هم ای اتفاق با تجربه میکنه چرا که من ترس هم وجود داره و هیچ کسی غیر از ای که نوع درمان شروع بکنیم ای همچنانی فوبیا را داره چه همراه مادرش باشه چه بله. همراه تنها باشه این نگرانی را داره که ما از این جسم از این آسانسور در کنار در صورت که بله. همراه با مادر و, و پدرش هم باشه کم شدتش پس. کم و زیاد بله. نمیشه و او فضا این را بسیار درگیر میکنه خب حالا بیایم ببینیم که چرا به این گونه گرفتار میشن دلیل او چی هست بله. دلایل از او را بیان کنیم چرا کودک و جوانان عزیز ما که مثل گلهای باغ زندگی هستند اینها چرا باید گرفتاره مثلا هم اختلال رفتاری و چک اختلالات روحی و روانی شوند بله گفتیم هر چیزی ریشه و یک علتی داره خصوصا اختلال های روانی که باز هم ما میگیم ریشه در خانواده و منبع اصلی داره که طفل ما در او در حال رشد و نمو کردن هست و یکی از این منبع ها میتونه خود والدین باشه خود کسی که از طفل مراقبت میکنه گفتیم ما همیشه این رو میگیم که اگر والدین دچار اختلالی باشه دچار افسردگی باشه وسواس باشه هر نوع فکر و رفتاری داشته باشه خودش یک الگوی زنده است برای اطفال ما که برداشت میکنه و فکر میکنه این واقعیت داره مم. پس خود والدین هم اگر دچار فوبیا باشه حتما ریشه در کودکی و نوجوانی داشته و درمان نشده و این ادامه داشته خب اگر یک مادری من میگم از جمع استراب داشته باشه و این نگرانی و ترس باشه قطعا برای اولادای خود همین سفارش داره که در جمع وارد نشیم ممکنه خطرناک باشه باشه ممکنه فضا مسموم باشه ممکنه انسان هایی اونجا باشه که شما را تهدید بکنه به هر حال این نگرانی رو وارد میکنه و او اطفال هم این تبدیل و یک ترس و فوبیا میشه که خب وقتی مادر ما تایید میکنه پس این نگرانی ریشه روانی پیدا میکنه پس یکی از من منها والدین و, و مراقبین و خانواده اصلا. و نزدیکانش است و, و نوع تربیت گاهی خواهر برادرها اگر او نگرانی رو داشته باشه او فوبیک داشته باشه خب هم در کوشکترها هم منتقل میکنه شاید محضی که من از نگرانی درد بیارم مراقبت ویژه داشته باشم این باعث میشه که من دچار فوبیا و طفل ما گاهی هم پس یک نکته در اینجا من متوجه بله. شدم که اگر یکی از اعضای خانواده داشته باشه امکان داره که سایر اعضای خانواده هم داشته باشه بله بله, خصوصا اطفال که الگو گیری میکنه بله. و گاهی او الگو میشه ریشه میشه ای شیوه زندگیش و باور میکنه خصوصا خب میگه اگر حیوان ترس از حیوان داره خب میگه تمام حیوانات درنده است خطرناک است و اگر ما او رو ببینیم بر ما آسی وارد میکنه حتی گفتیم تصویرش رو ببینیم پس ای او ریشه رو ایجاد کرده که منبع بوده خانواده بوده نزدیکانش بوده و به این باور رسیده که او بسیار ترسناک است و باید از او گریخت و نباید ظاهر شد درست. گاهی ریشه ژنتیکی داره که همیشه یک از عوامل ها عوامل ژنتیک تاثیر خودشه میذاره گفتیم باید. اگر پدر و مادرهای آرام و ساکتی داشته باشیم قطعا اطفال تا پنجاه درصد من میگم بسیار آرام خوی هستن بسیار ساکت هستن و ای دلیل آرام نمیشه مثلاً آرام مثلا چرا که ای ژنتیکش بوده و این نحوه بوده داشتن خب پس خود ژنتیک هم میتونه نقش داشته باشه اما صد درصد نیست اگر پدر و مادر دچار فوبیا باشه خب این منتقل میشه بر اولادهایش گاهی عوامل بیرونی بسیار تاثیر داره ممکنه این دو عوامل نباشه اما طفل ما وارد فضای مدرسه شده وارد فضای کودکستان شده وارد جمع دوستان و گروه ها شده و حتما یک منبع ترسی وجود داشته این ریشه دوانده یا آه. اطرافیانش داشته پس این عوامل هم میتونه تاثیر داشته باشه پس از سانه ها میشه دیگه. اه اه مثلا یک اتفاق برای اتف... گپ شده او ترس دلش مانده دلش مانده. دلش مانده که او ریشه دوانده دیگه خوب. بله وایی بله. و ای از عوامل هایش هست هم. که میتونه این فوبیا را برای فرد و خصوصا اطفال ما ایجاد بکنه از چند سالگی شروع میشه خانم حسن خانم حسینی بختر که ببینه مثلا یک طفل وقتی به دنیا میاد خب بسیاری از گپا و چیزا رو متوجه نمیشه کم 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 اینها را در ذهن خودش میپرورانه و بسیاری از صحبت ها و الگوهایی را که میپذیره می, پذیره می پذیره. از خانواده آه. یا ترس هایی را که احساس میکنن خب معمولا دقیقا از چه سنی آغاز میشه در کودکان فوبیا تقریبا از سن 3 4 سالگی من میگم شروع میشه چرا که کودک وارد او فضای انسانی و روابط میشه میتونه اشیا رو درک بکنه ارتباطات رو درک بکنه او ارتباط هم میتونه برقرار بکنه و چون وارد میشه وارد این فضا میشه خواهی ترس ها را هم میتونه درک بکنه و میتونه تجربه بکنه درسته؟ بله خب حالا بیایم به نشانه های او بپردازیم چه نشانه هایی دارد چه لائمه داره این اختلال ها در کودکان شاید بسیاری وقتا اینقدر علائم ها شباهت دارن نسبت به همدگه و نگران کننده باشه برای والدین شاید بله. و طفلشان نداشته باشه فوبیا ولی خب ما ای علائم و نشانه ها را که میگیم میگن که نه به خدای طفل ما فوبیا دارن نگران میشن بله. و به خاطر همین ده. من ذکر کردم که اگر ما یک سری عوامل را میگیم اگر ده مورد علائم باشه حداقل چهار یا پنج مورد را اگر داشته باشه به مدت شش ماه طول بکشه ما میتونیم ای را بگیم فوبیا او رو هم پدر مادر نمیتونه تشخیص بده قطعا باید یک سری ارجاعات صورت بگیره متخصص ببینه و بررسی بکنه بعد فوبیا باشه وگرنه ممکنه ترس باشه ممکنه اختلاف اختلال های دیگه باشه پس مم. ما نمیتونیم سری بگیم خب نشانهاش به قول شما بسیار مشترکه نشان های اختلال استرابی ها رو که ما میگیم مخصوصا برای کودکان و نوجوان بیشتر موارد شبیه به هم هست به جز موارد بسیار خاصی لرزش بدن لرزش عضلات ما در اختلال استراب های دیگه هم داشتیم در استرس پس از سالها هم داشتیم دیگه نه در همه مواقع بله در مواقع بله ترس, در مواقع. در مواقع ترس در است در, مواقع, در مواقع عادی که طفل ما یا نوجوان ما نداره امه. پس لرزش بدن که همین فضای باز میبینه آسانسور رو میبینه او اگر ترس از حیوان داره حیوان میبینه یا نامش هم میشنوه دچار لرزش بدنی میشه دچار تنگی نفس میشه دچار عرق کردن میشه تمام بدنش یا حتی کف دستایش بسیار عرق میکنه تنگی نفس قفسه سینش درد میگیره مشکلات گوارشی براش پیش میاد معده می درد و دل درد میشه گفتی می گفتیم در اکثر اختلال ها برای اطفال قابل مشاهده است که طفل اگر من میگم ساعت مکتبش نزدیک میشه طفل میگه بعد دل درد شدم ما امروز مکتب نمیام چرا که دلم درد میگیره در صورتی که والدین میگه خب ای در طول هفته هفت روز ای هفت روز ای دل درد است من که نمیتونم از مکتب جلوگیری بکنم پس این حتما یک ریشه روانی داره هر چند که گفتیم این عوامل اگر دل درد داره اگر سردرد داره اگر بدنش بسیار عرق میکنه خب قطعا ما باید چکاب پزشکی هم شود چرا که گاهی ممکنه طفل ما یک بیماری جسمی خدای نکرده داشته باشه که یک از علتاش عرق کردن زیاد باشه میده درد باشه حتما پس قبل از اینکه ما بخواهیم بگیم اطفال یا طفل ما دوچار اختلال روانی است من باید جسمی هم یک بله، بله، مورد باشه بله. او چک شد و اگر تایید بر صحت و سلامت عمومی بله. ذکر شد خب ما میریم توی قسمت اختلالات روانی بله. اطفال بله. پس گرفتگی صدا حتی ممکنه گاهی داشته باشه حتی ذکر شده که ترس بسیار شدید میشه گنگ میشه یک لحظه نمیتونه گپ بزنه لکنت زبان, زبان پیدا میکنه بله. سکوت میکنه حتی گاهی ما گریه های بسیار شدید اگر خصوصا طفل ما ریزتر باشه ما میگم پنج ساله باشه چهار ساله باشه گریه بکنه بعد دچار پرخاشگری رفتاری هم میشه مم. عصبی هستن بسیار زود قهر میکنن زود رنج, هستن, هستن. دلشان بسیار پرخاشگری میکنن نسبت به همسالان خودش نسبت به والدین خودش مم. پرتوقع میشه و یک سری رفتارهایی که گاهی والدین شاکی هست که بچه های ما در کوچکترین موارد خواهی اشکالات میگیرن که بسیار زود گریه میکنن عصبی میشن قهر بله. میکنن مم. ما باید توقعات و خواسته یه اطفال رو برآورده بکنیم در صورتی که ریشه داره درسته فکر می این علائم و نشانه هایی که بیان کردین باز هم یک دفعه دیگه مرور میکنیم برای والدین عزیز و این رو که جای نگرانی نیست حتما درمانی هم وجود داره و راهکارهایی وجود داره که در میان بعد از میان برنامه ما اینها را بحث و گفتگو میکنیم برای عزیزان بیننده پس حتما همراهی کنین برنامه روشنا را بعد از یک وقفه که راهکارها و بسیاری از موارد را برای شما عزیزان بیان کنیم که چه باید بکنیم نشانه های بیماری اختلالات روحی روانی در کودکان و نوجوانان به نام فوبیا را بررسی میکنیم و ببینیم که این علائم و نشانه هایی را که ما بیان میکنیم نسبت به بیماری فوبیا چه علائم خاصی داره خانم حسینی حالا در قبلا گفتیم که علائمش بسیار میتونه در بسیاری از بوارد شباهت داشته باشن نسبت به هم ولی خب یک مورد خاصی را که شما بیان کردین الله و لای صحبت هایتان من متوجه شدم که زمانی که گرفتار یک فوبیا شود بله. کودک و نوجوان ما در همون زمان این علائم بروز میکنن بله. مثلا در ارتفاع قرار بگیره در آسانسور قرار بگیره یا اگر در منزل دو یا سه باشه خانی از او یا مکتب از او سنف از او خب این طفل دچار یه اختلالات میشه این علائم بروز میته در وجود خودش که شاید سوال باشه برای والدین که چرا مثلا طفل من دائم اقسم قسم است ولی خب خبر نداره که مثلا در سی منزل زندگی میکنه بله. یا مکتب و سنفش در دفقه در منزل مثلا دو یا سه است که این طفل استرس و استراب داره ولی معلم و والدین که در مکاتب اصلا آگاهی ندارن درست؟ بله پس اینها بسیار میتونه دقیق باشه در مسائل زندگی بر مسائل زندگی که والدین ما دقت داشته باشه که طفل ما اگر دچار فوبیا باشه یک از فوبیا ها رو داشته باشه شاید رفتارش عادی باشد در زندگی اما من میگم او ترس استراب نگرانی همیشه همراه طفل ما وجود داره اگر ترس از اشیا باشه قطعی از اشیای اطرافش میترسه از حیوانات از هر چیزی که شما ذکر کردین اما اگر در اون موقعیت قرار بگیره یه علائم جسمی ای بیشتر میشه تپش قلبش ضربانش لکنت زبانش لرزش بدنش شاید هم گریه کردن به مورد او حتی جیغ زدن اما رفتاری او در طول زندگی من میگم همراهش است همراهش ای هست که عصبی است یا است که پرخاشگر است امتناع از مکتب رفتن امتناع داره از جایی که آسانسور باشه شاید من میگم نام آسانسور و پل برقی را طفل بشنوه و قرار باشه که برای این قبل از اینکه او را ببینه چون نام او را شنیده دوچاری علائم میشه دوچار تنگی نفس میشه حالش بسیار وخیم و بد میشه چرا که میگم من در این منبع ترس خود نزدیک میشم و ممکنه او اتفاقی را که انتظارش شبان روز میکشه برش بیفته درسته خب چه راهکارهایی را میگن برای والدین عزیز ما من فکر میکنم که چون کودکان و نوجوانان ما صرف در محیط خانه و خانواده نیستن در جامعه وارد میشن در جامعه هم قدم میمانند حالا جامعه ما چه مکاتب باشه چه کودکستان ها باشه. بسیاری از جاهای دیگه ای که کودکان ما رفت آمد دارن نوجوانان ما حضور دارن اینها همه هم میتونن بسیار تاثیرگذار باشند پس ما باید یک راهکار عمومی بتیم اول برای خانواده ها اول برای پدر مادرها راهکار بگوین چه باید بکنن بله ما همیشه ایرداریم داریم با پدر مادر های عزیز و بزرگوار که شما تصمیم گرفتین اولاددار دار شوین و این اولاد من میگم جز گنجینه های گران است که در دستان ماست اگر ما به خوبی مراقبت بکنیم همانطور که برای آرامش زندگی پدر و مادر تلاش میکنن امکانات رفاهی مثل مکان مثل فضای زندگی مثل خوراک و پوشاک تهیه بکنن مهمترین مثلا من میگم که غذای روح و روان طفل ما هست. اگر طفل ما روان سالم داشته باشه شادا و تندرست و از او زندگی و از او امکانات خود لذت میبره و اگر او را نداشته باشه قطعا من میگم او غذا هم برش مزه میده او فضای زندگی هم برایش بسیار ناخوشایند هست پس این مسئولیت والدین ما هست که اولین چیزی را که من همیشه تکید دارم ایست که او ارتباط عاطفی والدین و کسی که از او طفل مراقبت بله. میکنه بسیار باید نزدیک دو دوستانه روابط پر دوستانه پر از محبت و عشق و این هم اگر ما گاهی با والدین که صحبت میکنیم میگه نه اگر ما خیلی بسیار این محبت در اولادای خود بکنیم اولادای ما دیگه ما شاید میگن که پرو و حالا به اصطلاح عامیانه خود ما میگن بسیار نازدانه نازدانه میشه در صورتی که محبت کردنی که از عشق باشه محبت کردنی که همراه با نوازش های پدر و مادران نباشه هیچ دلیل بر نازپروری نیست بلکه در دلیل بر ایست که من او ارتباط عاطفی عمیق دارم چرا که طفل ما احساس امنیت بکنه احساس اه. امنیت خاطر اگر داشته باشه خب اگر تمام اختلال ها پیش بیاید طفل ما میتونه با او مبارزه بکنه چرا که یک منبع بسیار مهمی داره پس این ارتباط عمیق عاطفی باید بین والدین باشد دقت و نگاه والدین گاه ما والدین فرزند پروری های بسیار سخت را در پیش میگیریم یا بسیار سهلگیر هستیم اه. در مواردی خب اگر بیش از سخت گیری باشه بیش از حد امرانه باشه بیش از ای باشه که در فضا نرو در فلان جان رو فلان آسیب تو رو تهدید میکنه فلان خطر همیشه همراه توست ما اطفال خود مستره بار میاریم ما اطفال خود رو نگران از که دنیا مکان امنی نیست و هر لحظه ممکنه خطری تو رو تهدید بکنه و این میشه که ما افکار من میگم افکار مسمومه تزریق میکنیم بله و اطفال خودمون که دنیا نمیتونه جای امنی باشه اگر ما حضور نداشته باشیم اگر من مراقبتون نباشیم نباشم اگر تو بیش از حد مراقب نباشی پس از سخت گیری های بیجا من میگم خودداری بکنیم بله نظارت باشه همراه آسیپا آسیب ها شوه بله خیلی هم سهل گیر باشه باز هم شاید کودکان ما یا شاید نوجوانان ما بخواد تجربه جدیدی بکنه تجربه که همراه با هیجان باشه اگر او سهل باشه او نظارت نباشه او پیگیری والدین نباشه باز من میگم ای هم خودش یک آسیب میشه پس ما والدین باید روش های فرزند پروری خود دقیق تر باشه متعادل باشه همراه با آگاهی و بینش باشه و ای که خود والدین خودشان باید من میگم یک نگاه به خودشان داشته باشه اگر مسئله خودشان من میگم از لحاظ روانی داره اگر خیلی مستربن والدین ما اگر خیلی دچار افسرد خویی و بدگمانی هستن خودشان رو درمان بکنه چرا باره. که ایره منتقل میکنه به اولادای خود مم. و ای که گفتیم عواملش بود که اجتماع تاثیر داره مم. جز راهکارها میخواستم بگم که ای ارتباط معصر که من تحکید دارم والدین میتونه با جامعه کوشک خودشون مثل مکاته بشون که اولادایشون مارا کورس هایی که میرن فضایی که به فرزندانشون شرکت میکنن این ارتباط معصر باشه چرا که من میگم تمام مرب... مربیان معلمین باید ای هنر داشته باشه که ارتباط مستقیم با والدین و خانواده داشته باشه من میگم یک دفترشی داشته باشه که خصوصیات شاگردان و پدر مادر ذکر بکنه دارم. که فرزند من در این موردی ای حساسیت داره این ای اخلاقش ای, ای, رفتارش یعنی و در تعامل باشه حتما بسیاری از خصوصیات و تفاوت های رفتاری کودک خودشان را که میفهمند بیاید به مربیان مربیان بگن بگوین بل این مسئله رو بگوین و آگاه باشه و در تعامل باشه اگر تغییر رفتاری رو مربیان مشاهده کردن اگر والدین مشاهده کردن در تماس باشه مشاوره بگیرن که خب این تغییر رفتار رو طفل ما داشته این واکنش برش ایجاد شده این چه رقم است پس این تعامل ها بسیار بسیار مهم است که میتونه جز راهکارهای درمانی باشه اگر چیزی رو مشاهده کردن یک از طرفین خب رسیدگی میشه برش بله خب درمانی هم وجود داره بسیار وقتا میگن که یک نفر ترس داره از یک چیزی میگن وقتی ترس داره بیایم میره باجهه کنیم با او تا او که یک دفعه او رو تجربه کنه و ببینه که هیچ گپی نبوده چرا مثلا استرس داری چرا قدر ترس داری آیا ما میتونیم کودکان و جوان ما را قسم کنیم یا یکی اوضاع شدت پیدا میکنه و بیشتر میشه این موضوع بله نکته خیلی مهم و خوبی را دقیق اشاره کردیم خصوصا که شما ام. یک تکنیک اشاره کردیم که مواجه سازی بکنیم و ترس داشت گفتم بله. اگر والدین ما گاهی مطالعات کوچیکی داشته باشه در این زمینه که یک از تکنیک هایی است که فقط یک درمانگر کسی که متخصص ها. کسی که میتونه تشخیص بده بعد از جلسات حداقل ده جلسه بی جلسه او طفل ما باشه که نوع اختلال او چیست بر اساس نوع اختلال او بر اساس او طرح درمانی ریخته میشه و جز طرح های درمانی ما مستقیم اشتباه میتونه باشه اشتباه 100 درصد اشتباه هست چرا که ما او علم و او آگاهی رو نسبت به او تکنیک و طرح درمان نداریم بسیاری از والدین میگن که بانکی در تاریکی قرار بگیره که ای بفهمه که ای تاریکی هیچ نمیشه برش اونم تو ایج اتفاق برش نمیفته ایج گپ نمیشه و یک ترس است که خودش برای خودش ریخته درست میگه باش که تجربه کنه در حالی که این میتونه تشدید بشه این میتونه تشدید بشه و بسیار خطرناک است چرا که این خودش یک تکنیک هست که ما اجازه نداریم در این دخل و تصرف داشته باشیم اولا گفتیم ما نمی بگیم که طفل ما آیدشار فوبیا هست یا نه ممکنی علائم باشه اما ای اختلال استراب باشه که من نتانم تشخیص بدم و حتما ارجاع داده شود به کسی که متخصص است روان شناس باشه روان درمانگر باشه روان پزشک باشه و یکی ای رفتاری است یعنی همراه با ای که خانواده درمان شود طفل مورد درمان قرار می گیره پس ده. ابتدا او روانشناس و متخصص با والدین و مراقبین طفل ارتباط برقرار می کند تایی چندین جلسه و از طریق رفتار درمانی اولین راه رفتار درمانی هست که روانشناسش یک سری توصیه ها بسیار آسان من میگم که در ده. خانه ذکر میکنه که شما با ای طفل این و رفتار داشته باشین مم. زیر نظر روانشناس این جلسات باید طی شود و ای که اگر تشخیص داده شد که این فوبیاست و نیاز به درمان دارویی داره اگر من میگم طی ده تا 20 جلسه ای فوبیا برطرف شد با متخصص همراه با همکاری خانواده که میگم خدا رو شکر مسئله حل شده اگر باز هم تشخیص داده شد که بلی. ای بسیار شدید است درستم. و از طریق رفتار درمانی امکان نداره و یک سری عواملش باز مانده که ای ترس باشه ای ارجاع داده میشه به روان پزشک و داروهای ضد استراب و ضد افسردگی تجویز میشه بل. با نظر روان پزشک گاهی من ای اشتباه ذکر بکنم که والدین میگه که خب مثلا یک از فامیل ما فوبیا داشته بله. یا ترس داشته پیش دکتر رفته قرص ضد استراب و سوری او, او را هم برای ما تجویز میکنه و این بسیار خطرناک هست بله. که نقطه... هیچ وقت این کار صورت نگیره بسیار عالی تشکر میکنیم نکات بسیار خوبی را بیان کردن والدین عزیز ما هم که تا به حال بیننده بودن مورد توجه قرار دادن بسیاری از این نکات را و امیدوار هستم که فرزندان و کودکان سالم علاز جسمی و داشته باشن سپاسگزار هستیم از اینکه همراه ما بودین موفق و پیروز و سربلند باشین و تا روز دیگه که باز هم با برنامه روشنا با شما عزیزان خواهیم بود شما را به خدا میسپاریم خدا نگه اللهم اللهم صل محمد و آل محمد وعجل فرجه